وزیر خارجه آمریکا دوباره امروز در ژنو در آغاز چند روز دیگر از مذاکرات هسته‌ای با ایران. او امروز در مقر سازمان ملل گفت علنی کردن بخش‌هایی از پیشنهادهای ایران و قدرت‌های جهانی در مذاکراتشان ممکن است کار رسیدن به توافق را دشوار کند. اشاره‌ای به برنامه سخنرانی‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز و فردا در واشنگتن. ما نگران گزارش‌هایی هستیم که در آن گفته شده بخش‌های دستچین شده از مذاکرات هسته‌ای ممکن است در روزهای آینده در مجامع علنی مطرح شود. چنین چیزی کار رسیدن به هدفی را دشوار می‌کند که اسرائیل و دیگران می‌گویند خواهان رسیدن به آن هستند. رسیدن به یک توافق خوب. این اجتماع بزرگ سالانه سازمان‌های یهودیان آمریکا امروز در واشنگتن. نخست وزیر اسرائیل امروز اینجا گفت توافقی که ایران و قدرت‌های جهانی به آن نزدیک می‌شوند ایران را تهدیدی برای وجود اسرائیل نگه می‌دارد. او گفت اسرائیل اگر مجبور شود رسماً علیه برنامه هسته‌ای ایران اقدام خواهد کرد. ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم در دنیاست. به آن نقشه روی دیوار نگاه کنید. این نقشه نشان می‌دهد که ایران به 5 قاره جهان تروریست تعلیم دیده و مسلح فرستاده. این کاری است که ایران امروز حتی قبل از مسلح شدن به سلاح هسته‌ای انجام می‌دهد. تصور کنید ایران مسلح به سلاح هسته‌ای چه خواهد کرد؟ همین ایرانی که می‌گوید می‌خواهد اسرائیل را نابود کند. بعضی از جزئیات این توافق را که اسرائیل می‌گوید در حال انجام است، روزنامه هارس اسرائیل در روزهای اخیر منتشر کرده. جزئیاتی که میگوید از منابع دیپلماتیک شنیده. این روزنامه نوشته قدرت‌های غربی به ایران پیشنهاد دادن که از 9400 سانتریفیوژ فعال در حال حاضر تنها تقریبا نیمی از آن، یعنی 5000 را میتواند حفظ کند و در مقابل ایران پیشنهاد داده که 6000 سانتریفیوژ حفظ شود و طی 15 سال آینده به سطح فعلی افزایش داده شود. همچنین هارس نوشته که ایران قبول کرده بخش اعظم تقریباً 6 تن اورانیوم غنی شدهش را به روسیه بفرستد و تنها 300 کیلوگرم نگه دارد. ایران در مقابل پیشنهاد کرده که این مقدار به 500 کیلوگرم افزایش داده شود. در مقر سازمان ملل در ژنو امروز وزیر خارجه ایران در مقابل خبرنگاران درباره جزئیات مذاکرات اظهار نظری نکرد. اما گفت تحریم‌ها باید برداشته شود. طرف‌های مذاکره ما مخصوصاً آمریکا باید بدانند که تحریم و توافق با هم سازگار نیستند. اگر دنبال توافق هستند، تحریم‌ها باید از میان برداشته شود. اما توافق اجزای زیادی دارد که در مورد آنها گزارشی از کم شدن فاصله ها نیست. از جمله همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. رئیس آژانس امروز اینجا در وین دوباره تکرار کرد ایران همکاری های لازم را نمی کند و این آژانس نمی تواند بگوید که فعالیت های هسته ایران صلح آمیز است. تنها یکی از موارد باقی مانده. وزیران خارجه آمریکا و ایران حالا در مونترو سوئیس هستند. برای 3 روز مذاکرات فشرده، موازی با مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی. تماس ایران و آمریکا در 10 روز گذشته به بالاترین سطحش از هنگام انقلاب ایران رسید. نشانی از تلاش فوق‌العاده دو طرف برای رسیدن به توافق علی رغم مخالفت‌های اسرائیل و بعضی از تندروها در آمریکا و در ایران.